عزاداران یک قربانی دیگر خشونت‌ها در پاکستان از راه می‌رسند. مرگ سلیم شهزاد 41 ساله دوستان و همکارانش را شوکه کرده. سلیم 4 روز پیش روبوده شد و دیشب جسدش پیدا شد. علائم شکنجه بر این جسد که از یک کانال آب پیدا شده دیده می شود. سلیم شهزاد عصر روز از خانهش در اینجا از مرکز اسلام‌آباد بیرون شده بود که برد در یک بحث تلویزیونی در همین شهر شرکت کند. او دیگر هرگز بر نگشت. بسیاری در اینجا میگن که آزادی بیان در پاکستان فقط در حد است که با مسائل حساس کشوری تماس گرفته نشه. سلیم درست از این مسائل حساس گزارش میکرد. او در این نوشته که ایشیا تایمز منتشر کرده نفوذ القاعده در نیروی دریایی پاکستان را افشا کرده. سلیم شهزاد اینجا نوشته القاعده به پاکستان هشدار داده بود که به پایگاه نیروی دریایی کراچی حمله خواهد کرد. اگر دولت افراد را که به ظن ارتباط با القاعده از واحدهای نیروی دریایی دستگیر کرده آزاد نکند. در حمله هفته پیش کراچی 9 نفر کشته شدند و 2 هواپیمای گرانبهای پاکستانی از بین رفتند. پیدا کردن رابطه بین پیکارجویان اسلامگرا با نیروهای نظامی پاکستان همیشه خطرناک به حساب می رود. به نظر من دولت و مقامهای دولتی در این قتل 100% دست دارند. شاید به طور غیر مستقیم، احتمالا از سوی کسی دستور یافته که او را بکشند. وقتی سلیم از خانه بیرون شد، می رفت که به یک برنامه تلویزیونی شرکت کند. در تلویزیون دنیا قرار بود حرفهایی را آنجا بزند که علیه آمریکا بود. از سلیم 2 پسر و 1 دختر به جا مانده. سال گذشته مرگبارترین سال برای خبرنگاران در پاکستان بود. هیچ کسی تا کنون حاضر نشده مسئولیت قتل پدر این کودک را به عهده بگیرد. هارون نجفی زاده، BBC، اسلام آباد.